سلام به کلاس درس خوش اومدین توی ویدیو قبل با هم با قانون اول نیوتن آشنا شدیم و دیدیم که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد جسم با سرعت ثابت به حرکتش ادامه میده که این سرعت ثابت میتونه سرعت صفر هم باشه که در این صورت جسم به سکون خودش ادامه میده بنابراین این بیان کلی قانون اول نیوتن هست سوالی که بلافاصله اینجا مطرح میشه اینه که خب تو به من گفتی که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشه چه اتفاقی رخ میده حالا به من بگو که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر نبود چی میشه قانون اول نیوتون عملا داره به من میگه که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر نباشد ما در این صورت تغییر سرعت داریم یعنی دیگه جسم با سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه نمیده که تغییر سرعت رو من بهش میگفتم شتاب بنابراین من میتونم بیام یک آزمایش بکنم البته این آزمایش رو به سختی میشه انجام داد روی کره زمین اما فرض بکنید که من میتونم و آقای نیوتن یک جوری شبیه به این آزمایش رو انجام داد و اون همینه که یک جرم رو در فضایی که نه استکاکی هست و نه مقاومت هوایی هست و نه هیچی قرار میدم و بعد میام نیروی F رو از این جهت پس یک نیروی مثلا F رو از این در این راستا به این جرم وارد میکنم و بعد میبینم که خب سرعتش تغییر کرد و در نتیجه یک شتابی به دست آورد و شتابش رو اندازه میگیرم و میبینم که به ازای F شتابش شد A خب یک شتابی در این راستا جرمم گرفت و شتابش شد A بعد میام یک کار دیگه کنم میام این نیرو رو دو برابر کنم یعنی میام یک نیروی دو F به این جرمم این بار وارد کنم و باز هم شتاب رو اندازه میگیرم و ببینم می که به ازای نیروی دو F شتاب جرمم شد دو A و همین کار رو با ضرایب مختلف اون نیروی Fم هم میکنم و میبینم که من هر چقدر F رو زیاد میکنم A هم یعنی شتابم هم, همونقدر تغییر میکنه و از اینها من نتیجه میگیرم که F متناسب هست با A به عبارتی A متناسب هست با F یعنی من هر چقدر نیروی بیشتری به این جرمن وارد بکنم برایند نیروهای وارد بر جسمم بیشتر بشه شتابی که جسمم میگیره بیشتر میشه یعنی با سرعت بیشتری سرعتش تغییر میکنه با آهنگ بزرگتری سرعتش تغییر میکنه خب حالا آیا من میتونم بیام و بنویسم که یک قانون این هست که F مساوی با A ای؟ یعنی آیا دقیقا من همون نیرویی که وارد میکنم تبدیل میشه به شتاب فکر کنم اگر کمی با هم دیگه فکر بکنیم میبینیم که این زیاد با شهود ما سازگار نیست چون من اگر یک آقایی رو بذارم اینجا و بگم بیا این جرم رو هل بده یک شتاب این جرم میگیره و بعد اگر بیام این جرم رو تغییر بدم مثلا بیام دو برابر بکنم این جرم رو حالا شاید یه مقدار بیشتر از دو برابر هم حتی شد در این صورت اگر من همین آقا رو بهش بگم حالا شما بیا و این جرم رو با همون نیروی F هول بده فکر کنم همه شما الان موافق هستید که به صورت شهودی این جرم شتاب کمتری میگیره یعنی به این راحتی من نمیتونم سرعتش رو تغییر بدم و این آزمایشی ای بود که آقای نیوتن اومد صورت داد و دید وقتی که من جرمم رو از یک M خب حالا اینکه جرم چی هست با هم صحبت می‌کنی. از یک ام تغییر بدم به دو ام یعنی یک جسم بزرگتری رو بذارم یک سنگ دیگه روی این سنگم اضافه بکنم در این صورت با همون نیروی F شتابی که جرم من میگیره A دوم هست خب یعنی شتاب نصف میشه وقتی که جرم دو برابر شد و به همین ترتیب اینجا شتابی که جسمم میگیره A هست یعنی انگار جرم من یک جورهایی داره اینرسی رو زیاد میکنه و کنترل میکنه و اجازه نمیده که شتاب خیلی خیلی دیگه زیاد بشه با این مشاهده ها آقای نیوتن اومد گفت که چیزی که تعیین کننده شتاب جرم من هست F به تنهایی نیست بلکه نسبت نیرویی که من وارد میکنم تقسیم بر جرم هست که مهمه یعنی وقتی که جرم دو برابر بشه این نسبت نصف میشه و بنابراین شتاب من نصف میشه و بنابراین این قانون دوم نیوتن اسم گرفت و چیزی که ما از این قانون خیلی بیشتر میشناسیم این هست که F مساوی هست با M ضرب در A و این میتونم بگم اصلی ترین قانون فیزیک نیوتونی هست و این خیلی خیلی دیگه قانون هیجان انگیزی این یعنی داره به من میگه اگر شما نیرو و جرم رو همزمان دو برابر بکنید شتابی که جرمتون میگیره هیچ تغییری نمیکنه خب حالا من میخوام دو تا نکته هیجان انگیز در مورد این قانون بگم اولین نکته اینه که این قانون به خودی خود خیلی عجیب و غریبه یعنی چرا در طبیعت در جهانی که ما در اون قرار داریم رابطه بین نیرو جرم و شتاب انقدر رابطه ریاضی ساده ای داره و با یک ضرب خیلی خیلی ساده به دست میاد منظورم چیه منظورم اینه که ما میتونستیم مثلا یک چنین رابطه ای داشته باشیم در یک جهان دیگه ای که الان ما در اون زندگی نمی کنیم مثلا f مساوی باشه با ام به توان سه مثلا رادیکال شتاب به توان دو شتاب به توان سه ببخشید رادیکال شتاب به توان دو که اصلا میشه خود شتاب پس من میتونستم یک چنین رابطه ای داشته باشم در یک جهان دیگه میتونستم یک جهان دیگه ای داشته باشم که در اون مثلا F به توان سه مساوی باشه با M مثلا تقسیم بر رادیکال شتاب یا اصلا هر رابطه خیلی خیلی پیچیده تر از این روابطه باز هم نسبتاً ساده ریاضی اما در دنیای ما یک اتفاق خیلی خیلی ساده و افتاده و اون همینه که F مساوی شده با حاصل ضرب جرم در شتاب و این خیلی در جای خودش هیجان انگیزه که ما در میتونیم دنیا رو با ریاضیات به این سادهی ای توصیف بکنیم و میبینیم و خواهید دید که حرکت... ستاره ها حرکت سیاره ها در زمان نیوتن کاملا داشت با این قوانین ساده نیوتن با این قانون بسیار بسیار ساده نیوتن توصیف میشد که اون هم از شگفتی ها و زیبایی های علم فیزیکه نکته دومی که من میخوام در مورد قانون دوم نیوتن بگم اینه که این عملا قانون اول نیوتن را هم در خودش ذخیره کرده چرا چون من در قانون اول میگم اگر برآیند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد یعنی اگر این افی که قانون دوم نیوتن داره صفر باشد در این صورت جسم با سرعت ثابت به حرکت ادامه میده و طبق این قانون صفر مساوی میشه با M در A در نتیجه A یعنی شتاب مساویه با صفر خواهد بود و بنابراین سرعت جسم تغییر نخواهد کرد. پس طبق در قانون دوم نیوتون من عملا قانون اول نیوتون رو هم جا دادم. خب الان این نیرو یک پدیده جدیدی هست که ما باهاش آشنا شدیم افت تا حالا ندیده بودیم و مثل همه کمیت های فیزیکی نیاز به یک واحد براش داریم و میدونید که واحد های فیزیکی معمولا اسم اون آدمی هستن که با اونها یعنی اونها رو کشف کرده و خب برای نیرو چه کسی بهتر از نیوتن بنابراین واحد نیرو نیوتن هست که طبق این برابری یک نیوتن مساوی میشه با یک کیلوگرم یعنی واحد جرم ضرب در واحد شتاب یعنی دوباره یک متر تقسیم بر ثانیه به توان دو بنابراین میشه کیلوگرم متر تقسیم بر ثانیه به توان دو بنابراین نیوتون رو میدونیم که تبدیلش به واحد های دیگه چه شکلی هست دیگه حل کردن مثال از این قانون خیلی ساده است مثلا فرض کنید این نیرو باشه 10 نیوتن در همین جهت و این جرم باشه مثلا 2 کیلوگرم طبق این فرمول قانون دوم نیوتون من نتیجه میگیرم که شتابی که اینجا حاصل میشه در این جهت یعنی هم جهت با برآیند نیروها و برابر با F مساوی با 2 زبدره یعنی 10 مساوی با 2 زبدره A ای بنابراین شتاب مساوی میشه با 5 متر بر مجذور ثانیه یعنی این جسم با شتاب 5 متر بر مجذور ثانیه حرکت خواهد کرد خب این هم از قانون دوم نیوتن که به شدت اثرگذار خواهد بود در نوع نگاه شما به جهان اگر بیشتر بهش فکر کنید و ویدیوهای دینامیک یا هر کتاب دیگه فیزیکی فیزیک نیوتن رو بخونید و بهش فکر بکنید فعلا خدافظ